سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز نگاهی داریم با آخرین گزارشات اقتصادی افغانستان و جهان. شماری از شهروندان افغان خواهان آن هستند که خرید کالاهای پاکستانی از سوی افغانها تحریم شود. آنان میگویند گشنگی را تحمل می کنند، اما دیگر اموال کشور پاکستان را که به افغانستان ترور و وحشت میفرستد استفاده نمی کنند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان همین خواست مردم را قابل تطبیق می داند و تاکید می کند که راه های بدیل را نیز دریافت کرده اند. هتلی در مرکز آتن در روزهای اخیر هفته پذیرای دولت مردان یونان از جمله وزیر دارایی و مقروزین این کشور بود. هدف از تشکیل این نشست ها برپای آخرین مذاکرات درباره برنامه های اصلاحی یونان و باز شدن را برای اعطای بسته سیوم نجات مالی به این کشور دچار بحران بوده است. بدین ترتیب در صورت به نتیجه رسیدن آخرین مذاکرات یونان از کمک مالی معادل 86 میلیارد یورو بهره خواهد برد. وزارت انرژی و به افغانستان میگوید تلاش دارند تا در تولید برق در کشور شرکت های خصوصی را نیز سهم دهند. مسئولان این وزارت یادآور می شوند که در زمینه سرمایه گذاری در پروژه های تولید برق با شرکت های هندی نیز صحبت کرده اند. برای بحث بیشتر عبدالبصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و با ما هستند و آقای عظیمی خیلی هم خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان و سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون آریان نیوز. خب آقای عظیمی، در آغاز اگر بر ما بگوین سفر که وزیر صاحب انرژی و به کشور هند داشت بیشتر روی کدام موارد بحث صورت گرفته؟ در واقع این سفرها شروعی که از خود کابل بود و بعد از کابل ولایت قندهار و سفر آخر در کشور هندوستان بود. هدف از این در واقع سفرها در واقع جذب سرمایه گذاری خصوصی چه داخلی و چه خارجی بوده. همینطور که خودتان خبر دارید، در واقع دولت در واقع منابع تأمین مالیش بسیار محدود است. کشورهای کمک کننده در واقع کمک هایشان را در واقع کاهش دادند. وزارت انرژی برنامه استراتیک داره که چطور بتانه در واقع بخش خصوصی رو در واقع داخل کنه در صنعت تولید انرژی، چه سرمایه گذارانی که داخل افغانستان هستن و چه کشورهایی که در این بخش در واقع میتونن که در افغانستان سرمایه گذاری کنن. وزیر صاحب انرژی و بیشتر از سیمایی که در این البته وزارت آمدن با این شرکت ها دیدن کردن؟ شروعش من در واقع گفتم که در خود کابل بود. در کابل یک ورکشاپ دو روزه بود که هدف از این ورکشاپ بود که چطور ما بتانیم، یعنی دید بازدید با اونا داشتن. دقیقاً در طی دو روزی که در خود شهر کابل بود وزیر انرژی ها مستقیما در واقع با سرمایه گذاران خصوصی صحبت کردند، مشکلات از اونها را دیدن. حتی در واقع عنوان خود ورکشاپی که در شهر کابل بودی بود که چطور ما میتونیم دسترسی مالی را به در واقع بخش خصوصی ایجاد کنیم. دو علاوه برای اینکه در واقع از سکتور خصوصی دعوت شده بود، از بانک های در واقع با اعتبار افغانستان هم دعوت شده بود، از دونرها هم دعوت شده که ما در واقع بخش خصوصی رو حمایت کنیم و اونها رو با بانک ها به شکل مستقیم ارتباط از اونها رو برقرار کنیم تا در واقع چون خود بخش خصوصی هم احتیاج به حمایت در بخش یکی داره که بانک ها بتونن برای از اونها قرضهایی رو در واقع به شکل طولانی مدت ارائه کنن. و بعد از اون ما برنامه بعدی رو در واقع ولایت قندهار داشتیم که در اونجا هم مشابه از اون در واقع ما تلاش کردیم که در بخش خصوصی بگیم که فرصت های بسیار زیادی وجود داره در افغانستان. مثلا در خود قندهار پروژه های تولید برق سولر میتونه بسیار اقتصادی باشه و بسیار جذابیت داشته باشه برای بخش خصوصی. و در سفر اخیری که وزیر انرژی آب در واقع در هند داشتند، در اونجا هم تلاش شد که به سرمایه گذاران خارجی گفته بشه که صنعت انرژی در افغانستان یکی از صنعت های بسیار میتونه منفعتزا باشه که میتونن که در اون قسمت سرمایه گذاری کنن. و ایران فراموش نکنه که کشور هندوستان در بخش تولید انرژی های قابل تجدید
در واقع یک از کشورهای بسیار پیشرفته است که میتونه تجربیات خود همراه سکتور خصوصی ما هم شریک کنه و هم سرمایه گذاران از اونها در واقع داخل افغانستان سرمایه گذاری کنه. چطور شد که سرمایه گذاران خارجی بیاید به داخل افغانستان و اینجا سرمایه گذاری کنند؟ ببینید بیشتر چی تشویقشون کرد؟ من میخوام از اینجا شروع کنم که بالاخره افغان‌ها یا دولت افغانستان یا وزارت‌های مربوطه باید بتونن جایگزینی برای در واقع کمک‌های خارجی پیدا کنن. منابع در واقع مالی دولت افغانستان بسیار محدود است. تنها ترین چیزی که میتونه جایگزین مناسب برای تأمین پروژه‌های زیربنایی در افغانستان باشه جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی میتونه باشه. و خوشبختانه سکتور انرژی در افغانستان از نظر اقتصادی پتانسیل را داره، این جذابیت را داره و منفعت بسیار خوبی در او هست که وزارت انرژی تلاش میکنه که در واقع در سه بُعد، در مرحله اول در واقع با ایجاد قوانین استراتژیک مثل قانون تنظیم خدمات انرژی که در واقع زمینه ایجاد میکنه که بخش خصوصی در تولید، توزیع، انتقال، واردات، صادرات و حفظ و مراقبت از پروژه انرژی در واقع سرمایه گذاری کنه، جواز را دریافت کنن و جوازها برایشون اجازه میده تا 25 سال بتونن در سکتور انرژی در واقع کار کنن، به اضافه از او که در واقع باید خود سکتور خصوصی احتیاج به حمایت داره در بخش اقتصادی، احتیاج داره که در واقع بانک های افغانستان بتونن برایشون قرضه های مناسب ارائه کنن، قرضه های طولانی مدت رو، و در بخش حتی برای احداث نیروگاه ها یا نیروگاه‌های برق اونها احتیاج دارن به زمین، احتیاج دارن که دولت در این بخش باید همکاری کنه. یعنی برنامه استراتژیک وزارت انرژی آبی هست که چطور ما میتونیم به شکل واقعی، به شکل عملی، هم در سطح قوانین هم در سطح اجراءاتی که میتونیم بکنه همکار سکتور خصوصی باشن. در مرحله اول ما میخوایم این آگاهی رو به سکتور خصوصی بدیم که در این بخش ها زمینه های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است. اگر قوانین ما یعنی قوانین رو طور عیار کنیم که این کارها رو سرعت در واقع سرعت این کارها رو زیاد بکنه و اگر عوامل بیرونی وجود داره که میخوای هماهنگی های با بانک صورت بگیره، با در واقع نهادها و ارگانهای دولتی در واقع هماهنگی ها صورت بگیره، ما تلاش میکنیم در واقع که این هماهنگی رو به یک شکل ایجاد بکنیم که در واقع سفرهای داخلی که در خود کابل و ولایت قندهار بود و سفر خارجی که در خود هند بود و این سفرها ادامه داره، میتونه که سفر آینده در ولایت های شمالی یا غربی یا شرقی افغانستان باشه. هدفی هست که اطلاع رسانی بشه، هدفی هست که ما اطمینان بدیم به سرمایه گذاران در واقع خصوصی داخلی و خارجی که وزارت انرژی آب نه تنها علاقه‌مند هست که شما در این بخش سرمایه گذاری کنه، بلکه ما فرصت هایی که در این بخش هست را حتی برای از اونها معرفی میکنیم. خیلی خوب آقای عظیمی، نظر به امنیت که فعلا در افغانستان است، چطور سرمایه گذاران علاقه گرفتن که اینجا بیان سرمایه گذاری کنن و چه امیدواری های وجود داره که سرمایه اینا حفظ میمونه و اینا دچار مشکل نمیشن؟ من فکر میکنم که سرمایه گذار افغان از نظر ملی هم یعنی اولویتش ایست که در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه. نه خیر آقای عظیمی، هدف ما سرمایه گذاری خارجی هست. خب یعنی من گفتم که ورکشاپ ما در واقع یا سمینارها یا کنفرانس هایی که در این بخش داشتیم هدف جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی است، یعنی هم بخش خصوصی داخلی افغانستان هم بخش خارجی افغانستان است. خب چرا یک سرمایه گذار باید روی صنعت انرژی سرمایه گذاری کنه؟ به خاطر که این صنعت در داخل افغانستان پتانسیل بسیار خوبی برای منفعت داره، یعنی یکی از صنعت های بسیار موفق در تمام دنیا صنعت تولید، توزیع و انتقال برق است. پس این جذابیت در ماهیت این صنعت وجود داره به خاطر از اینکه در این منفعت و در واقع فایده مندی بسیار زیادی در طول این مدت هست. پس سرمایه گذار علاقه من هست که بیاید در این قسمت سرمایه گذاری کنه. حالا در بخش خود قوانین، در بخشی که ما چطور میتونیم بعض سهولت ها و بعض در واقع امکانات رو در بخش خصوصی در واقع ایجاد کنیم، ما برای این داریم تلاش میکنیم. خب ببینید بحث انرژی که کشورهای خارجی بیان روی افغانستان سرمایه گذاری کنند هیچ مشکل وجود نداره، میتونه شرکت های خارجی آقای عظیمی بیشتر حرفای ما روی امنیت است. اگر اینا امنیت نداشته باشن چطور بتونن بگذارن که بیان و اینجا سرمایه گذاری کنند و اعتماد کنن اینجا؟ خب تأمین امنیت لازمه سرمایه گذاری، شاید شرط اصلی برای هر سرمایه گذاری. در علم اقتصاد میگن که سرمایه شاید ترسو ترین چیزی باشه که وجود داشته باشه، یعنی اگر
احیانا سرمایه احساس خطر بکنه که در اینجا ریسک سرمایه گذاری بسیار زیاد است، به هیچ عنوان یک سرمایه گذار حاضر نیست که در اینجا سرمایه گذاری کنه و مطمئنا در کشورهای دیگه هم رقابت های بسیار زیادی برای جذب سرمایه گذاری وجود داره. آقای عزیزی، بنابراین امیدواری ها کم است. بله، من در تایید صحبت شما، در تایید صحبت شما که امنیت یکی از فاکتورهای بسیار اساسی در جذب سرمایه گذاری خارجی و حتی خصوصی و داخلی هست، اما این بی معنی نیست که در واقع وزارت ها همیشه در واقع به بهانه ای که امنیت وجود نداره هیچ کاری رو نکنه. ما طرحهای ابتکاری رو داریم، طرحهای استراتژیکی رو داریم که در کنار از اینکه باید تأمین امنیت هم بشه، ما هم در وزارت انرژی ها میتونیم کارهایی رو بکنیم که در واقع در تسریع روند سرمایه‌گذاران ملی و خارجی در واقع میتونه تأثیرات بسیار مثبتی داشته باشه. آقای عزیزی، افغانستان در حال حاضر بیشتر استفاده از برق وارداتی را داره و سالانه شما چقدر پول می‌پردازین در علاوه به کشورهای بیرونی؟ البته آمار دارین؟ ببینید، در حدود فکر می‌کنم آخرین آماری که شرکت محترم در واقع برشنا ارائه کردن، در حدود فکر می‌کنم 240 میلیون دلار رو من شنیدم که هر سال در واقع اینا در خرید برق مصرف می‌کنه شرکت برشنا، یعنی در سال 240 که اومده کشورهای شمالی افغانستان و کشور ایران خریداری میشه. ما در افغانستان شاید در حدود، حتی آمارها کمی متفاوته به خاطر که در بخش تولید انرژی وزارت انرژی ها، برشنا، حتی در وزارت محترم انکشاف دهات پروژه های سولر و پروژه های کوچکی رو دارن که در دهات تولید انرژی میکنن، در حدود 1300 مگاوات را میتونیم بگیم که برق در افغانستان فعلا مصرف میشه که از این حدود در حدود شاید نزدیک به 60% از کشورهای خارجی در واقع تامین میشه، از کشورهای همسایه افغانستان، و 40% از منابع داخلی پروژه های سولر، پروژه های توربین های در واقع توربین های برقی که از ونها هستن در تولید انرژی موثر است. آقای عزیزی، دیدیم که افغانستان در حال حاضر یکی از کشورهایی است که بیشتر منابع آبی را در خود داره و باید افغانستان خودش هم در قسمت تولید برق خود کفا شود و خودش یک روز بتونه که صادر کننده بزرگ تولید برق باشه. آیا دولت چی برنامه هایی داره که ما همین پول را که ما به کشورهای بیرونی میپردازیم، 250 میلیون که گفتین خیلی پول هنگفته هست، این سر پروژه های خود داخلی مصرف شود؟ خب دقیقاً دلیل اصلی که سمینارها یا ورکشاپ های بسیار زیادی در توسط وزارت انرژی در داخل و خارج برگزار میشه که ما جذب سرمایه گذاری خصوصی کنیم، هدفش همین است. من گفتم منابع دولت بسیار بسیار محدود است. مثلا بودجه انکشافی یک وزارتی مثل وزارت انرژی، بودجه انکشافی اختیاری و غیر اختیاری در حدود 180 میلیون دلار در سال است. آیا ما با این پروژه با 180 میلیون دلار ما میتونیم بندهای بسیار بزرگی که داره، مثلا من براتون میتونم بگم یک بند باغدره که مطالعاتش تکمیل میشه در حدود بالاتر از 500 میلیون دلار پول لازم داره. من فکر نمیکنم ما بتونیم از منابع داخلی رو تامین کنیم. ما فیز سوم بند کمالخان خواهیم داشت که در حدود 100 میلیون دلار پول لازم است. ما بند کجکی دور کارهای مطالعاتی شده در حدود 250 میلیون دلار پول لازم. اما آقای عزیزی، بندهایی است که پول کم مصرف دارن. خب وقتی ما از تولید انرژی به سطح کنان صحبت بکنیم، خب من بندهای بزرگ میتونم مؤثریت بسیار زیادی داشته باشن. مثلا بند کمالخان، ببخشید، بند سلما در حدود 42 مگاوات برق تولید بکنه، اما یک بندی است که در حدود 300 میلیون دلار ما بودجه مصرف کنیم. اما وقتی که در مورد یک بند تقریبا 300 میلیون دلار سرمایه گذاری شده، اما وقتی در مورد یک بند خردتر صحبت بکنیم مثل بند شاهروز که نزدیک کابل هست، تمام تولید انرژی در توسط بند شاهروز در حدود 1.2 الا در حد اکثر در حالات بسیار خوشبینانه شاید در حدود 2 مگاوات برق باشه که بسیار برق محدودی است. پس من میخوام بگم پروژه های بند ها که بتونه در تولید انرژی تاثیرات موثری داشته باشه بسیار هزینه بر هستند، سرمایه میخواین. این سرمایه متاسفانه به خاطر محدودیت منابع مالی که در داخل کشور افغانستان وجود داره بسیار سخت است که تامین بشه. دونرها در این بخش هیچ گونه کمکی رو تا حالا نکردن، به غیر از بند سلما که ما بارها گفتیم که دولت هند در واقع تامین منابع مالی شکرده که من ازشون تشکر میکنه، هیچ دونر دیگه روی بندهای افغانستان سرمایه گذاری نکرده. آقای عزیزی، فکر نمیکنین 13 سال خیلی یک وقت طولانی بود و خیلی پول هنگفتن به افغانستان اومد، باید ما از اون استفاده میکردیم و باز هم چی امیدواری های وجود داره؟ این چیزی که در گذشته بوده در 14 سال اخیر حتما نقاط تاریک و روشن داشته، چیزهایی بوده که اما امیدواری ها داره کم شده میره. خب من میخوام برای براتون امیر بگم که
اون چیزی که در 14 سال گذشته اتفاق افتاده، یعنی همراهی از او خیلی ها موافق نیستن، باید از فرصت ها بیشتر استفاده میشد. اما من میخوام اینو بگم که ما نباید غرق در گذشته بشیم. ما به عنوان در واقع متولی سکتور انرژی و آب در افغانستان، وزارت انرژی آب برنامه های استراتژیک داره که چطور امروز و آینده افغانستان رو بسازه، و به خاطر ازی ما تلاش میکنیم ببینید اینکه ما به سمت سکتور خصوصی حرکت کنیم، به سمت جذب سرمایه گذاری خارجی حرکت کنیم. اینا یک حرکت های استراتژیک هست که میتونه نوید یک افغانستان بهتر را در بخش های سکتور آب و سکتور انرژی ارائه کنه. من میخوام بگم که افغانستان هم که شما در اول برنامه تون منابع بسیار خوب در قسمت آب و انرژی داره. در قسمت آب ما حدودا 75 میلیارد متر مکعب آب داریم. 18 میلیارد از آب‌های زیرزمینی هست و در حدود 57 میلیارد متر مکعب آب‌های جاری هستن. با مهار از این ما میتونیم زراعت افغانستان رو تغییر بدیم. میتونیم انرژی تولید کنیم. ما منابع بسیار خوب زغال سنگ رو داریم. در دنیا 41% از انرژی توسط زغال سنگ تولید میشه. چرا ما به این سمت نریم که تولید انرژی رو در افغانستان با زغال سنگ سازد؟ اما این کار را دولت میتونه بکنه بر اساس علم، یعنی بر اساس مسائل اقتصادی. اگر نگاه کنین به خاطر مشکلات مالی که وجود داره، تنها ترین جایگزین مناسب جذب سرمایه گذاری های خارجی و خصوصی میتونه باشه، و وزارت انرژی آب در سطح پالیسی سازی، در سطح استراتژیک، با ایجاد قوانین، با ایجاد همکاری با سکتور خصوصی میخواهی که در واقع سکتور خصوصی رو وارد به شکل عملی می‌بینید. در حد صحبت نیست که ما همیشه صحبت کنیم سکتور خصوصی، سکتور خصوصی، سکتور خصوصی قوانین میخواهیم. ما برایش گفتیم قوانین تنظیم خدمات انرژی رو درست که مطابق از این قوانین تمام یعنی تمام کمپانی های خصوصی یا سکتور خصوصی میتونه در بخش تولید، انتقال، توزیع، واردات، صادرات و حتی حفظ و مراقبت از پروژه به سرمایه گذاری کنه. ما میخواییم مارکت انرژی در افغانستان مارکت رقابتی بید. اگر امروز مردم افغانستان از کیفیت برق و حتی از کمیت برق شکوه و شکایت دارن، به خاطر حل این مشکل تنها تنین رایی است که ما مارکت برق در افغانستان رقابتی بکنیم، کمپانی های متعددی وجود داشته باشه که اینا در واقع خدمات عرضه کنن در سکتور انرژی، و این خودش میتونه در بهبود کیفیت، یعنی از نظر کیفیت خود برق و در واقع قیمت، کاهش قیمت برق، تاثیرات بسیار مؤثره. به اضافه ای که خود موقعیت استراتژیک افغانستان به عنوان در واقع یک پل ارتباطی بین شمال و جنوب، کشورهای تولید کننده برق در شمال و کشورهای مصرف کننده انرژی در جنوب که هند و پاکستان هستند، میتونه با یک نقش ترانزیتی، با یک پل ارتباطی در واقع بتونه تعرفه یا در واقع درآمدهای ملی بسیار زیادی را جذب کنه. در واقع من میخوام بگم که سکتور انرژی یکی از بخش های بسیار منفعتزا در افغانستان هست، و ما از همین جا اعلام میکنیم از تمام کمپانی های خصوصی، سکتور خصوصی، کشورهای خارجی که میخواین در این بخش سرمایه گذاری بکنن، وزارت انرژی آب همکارشان هست و ازشان حمایت میکنه، و به شکل عملی، نه در سطح صحبت که ما فقط صحبتش رو بکنیم، به شکل عملی حاضر هستیم که همراهشان همکار باشیم. و ما برنامه های متعدد رو داریم که انشاءالله بتانیم که مارکت انرژی رو به شکل در داخل رقابتی کنیم که مردم ما در واقع کیفیت انرژی بهتر بشه و قیمت انرژی هم پایین، و در سطح خارجی ما بتانیم که همون نقش استراتژیک خوده که میتونه در واقع پل ارتباطی بین شمال و جنوب باشه، او رو به شکل صحیح و درستش ایفا کنیم. خب آقای عظیمی، با شریک ساختن شرکت ها چقدر میتونه که در قسمت تولید برق سهولت ایجاد شوه یا این مشکل رفع شوه؟ ببینید، در واقع من میخوام این رو براتون بگم که خود ایجاد یک مارکت رقابتی، ببینید وقتی که خدمات، مثلا خدمات مخابراتی در افغانستان توسط یک شرکت ارائه میشد، قیمت مکالمات تلفنی بسیار بالا بود و پوشش در واقع مخابراتی هم بسیار پایین بود. اما وقتی که چندین شرکت مخابراتی داخل این سکتور شدن، امروز ما می‌بینیم قیمت بسیار، یعنی رقابتی شده، و هر کدوم سعی می‌کنن پکیج ها یا در واقع بسته های بهتری رو برای مردم عرض. اگر ما این کار رو در سکتور انرژی بکنیم و ما در کنار برشنا در واقع شرکت های دیگه ای هم داشته باشیم که اونا هم بیان خدمات انرژی رو ارائه کنن، اونا هم بیان سرمایه گذاری بکنن، مارکت برق رقابتی بشه، و در این مارکت رقابتی
چه کسی فایده میکنه؟ ملت شریف افغانستان، چرا که با قیمت ارزانتر و با کیفیت بهتر خدماتی را و ما به عنوان یک نهاد استراتژیک و قانونگذار وزارت انرژی و آب سعی میکنیم با تنظیم نرخ خدمات، با تنظیم در واقع یک تنظیم بازار برق بتانیم که در واقع همون تعادل رو بین خود سرمایه گذاران و در واقع مصرف کنندگان ایجاد کنیم، که ما هدف ما بیشتر در وزارت انرژی آبی است که اهداف استراتژیک رو به شکل صحیح و درستش در میان مدت و طولانی مدت در واقع ایفا کنیم. خیلی خوب، بازم پلان های شما چی هست و برای مردم چی امیدواری میتونین بتن؟ خب پلان های ما به شکل مشخص است در بخش آبی هست که ما برای اگه براتون بگیم برای هر قطره آب افغانستان که وجود داره برنامه‌های بسیار استراتژیکی وجود داره، اما عمده مشکلی که وجود داره تأمین منابع مالی هست. چطور ما میتونیم که منابع مالی کافی رو پیدا بکنیم تا این پروژه های خود در واقع به مرحله اجرا برسه؟ یک مشکل چالش عمده ما هست. به خاطر از این به سمت سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کردیم. ما می‌خوایم با احداث بندهای بزرگ در افغانستان تحول بسیار مثبتی رو در سکتور زراعتی افغانستان ایجاد کنیم. کشور افغانستان یک کشور زراعتی هست. 80% مردم در افغانستان به یک شکلی در کارهای زراعتی مشغول هستند. 78% مردم مطابق آمار بانک جهانی در دهات و قصبات زندگی میکنند. پس خود در واقع ایجاد بندها و مهار آبها و تنظیم آب میتونه که در واقع در زراعت افغانستان یک تحول عظیم ایجاد کنه، به اضافه از اینکه برای در بخش انرژی هدف ما این است که مارکت رو در داخل رقابتی بکنیم و نقش استراتژیک خود در منطقه بازی کنیم، که چطور ما بتانیم برقی که در ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان تولید میشه او را از افغانستان ترانزیت کنیم به کشورهایی که مصرف میکنن که پاکستان و هندوستان هست، و درآمدهای ملی رو در این قسمت در واقع به دست بیاریم. خیلی ممنون، سپاس از حضورتان عبدالبصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب، از اینکه در برنامه ما تشریف آوردین. و بیننده های عزیز و هم توجه کنید به نرخ بعض ارزهای خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 62 افغانی و 70 پول، یک یورو 68 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 16 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول، 1000 کلدار پاکستانی 600 افغانی، 1000 کلدار هندی 990.